فریاد ایران ایران هواداران تیم ملی والیبال. از حضور آزادانه زنان پیداست که اینجا ورزشگاه آزادی نیست، جایی که درهایش به روی نیمی از جمعیت ایران بسته است. این روزها اما زمزمه هایی برای تغییر شنیده می شود. تلاش زنان برای حضور در بازی والیبال ایران و آمریکا جمعه این هفته در تهران، موضوعی که بحث داغ مقام های ایران شده. امروز حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی گفت جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه ها وظیفه شرعی و ذاتی پلیس است. پیشتر فراخانی از کسانی که خود را پیروان مقام عظمای ولایت می‌خوانند جنجالی شد. بیانیه‌ای از سوی انصار حزب الله که زنان تماشاچی والیبال را تهدید به مقابله‌ای خونین می‌کرد. دولت گفته با چنین تهدیدهایی برخورد می‌کند. دولت معتقده که همه دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی باید در چارچوب قانون عمل کنند. ما خانم ها اون وقتی که باید بیان رأی بدن همه خم میشیم و همه احترام میکنیم و بگیم پای صندوق آرا بیایید و حقوق شما حقوق در مسائل سیاسی و اجتماعی فرصت های برابر دارید و از انتخابات که میگذریم دو مرتبه مثل که رأی و عقیده ما عوض میشه. وضعیت قانونی حضور زنان اما همچنان مبهم است. قانونی نداریم که رفتن زنها به ورزشگاه ها رو ممانعت بکنه و نشون به اون نشون که تا 3 سال پیش هم زنهای ما به ورزشگاه های والیبال می رفتن و به یک باره بدون اینکه حتی یک لایحه دولتی تصویب شده باشه، یک آیین‌نامه‌ای تصویب شده باشه، به یک باره بلیت فدراسیون به بانوان بلیت نفروخت و مسلماً در این زمینه این پاسکاری این وزارتخونه به اون وزارتخونه و اینکه به صورت قاطع بیان نشه از طرف دولت که ورود زنان به ورزشگاه آزاده، در حقیقت کوتاه آمدن در قبال خواسته های غیرقانونی تندروها خواهد بود. به نظر می رسد موضع دولت ورود محدود زنان به ورزشگاه در عین خودداری از تقابل با تندروهاست. من ترجیح میدم در این رابطه صحبت نکنم. اجازه بدید این مسابقات برگزار بشه بی سر و صدا. قطعا به دنبال راه حل و فراهمسازی زیر ساخت ها هستند. حدود 2 هفته پیش تعدادی از زنان تماشاچی مسابقه فینال لیگ بسکتبال ایران بودند. خانم مولاوردی گفته جمعه هم تعدادی از زنان که بیشترشان اعضای خانواده والیبالیست ها هستند می توانند به ورزشگاه بروند، اما ممنوعیت از تماشای بازی‌های مثل فوتبال، کشتی و شنا همچنان پابرجاست. حضور تعداد محدودی از بانوان در ورزشگاه‌ها از این جهت برای اینا خیلی مهمه که خواسته FIVB برای شرکت ایران در مسابقات جهانی میزبانی به کشور ایران این بوده که زنها در ورزشگاه‌ها حاضر باشند. از همین رویه که نشاندن چند زن، حتی اگر شده 100-200 نفر از زنان کارمندهای فدراسیون یا خانواده های ورزشکاران، از این روی خیلی معنا براشون داره که حتما نشون بدن که زنها به ورزشگاه راه پیدا کردن. اما این چیزی نیستش که خواسته زنها بوده و این چیزی نیستش که FIVB هم به اون رضایت بده. پارسال هم تلاش زنان برای تماشای مسابقات والیبال مردان جنجال آفرین شد، وقتی زنان ایرانی برخلاف هواداران خارجی از ورود به ورزشگاه باز ماندند و حتی بعضی از آنها بازداشت شدند. مخالفان حضور زنان در ورزشگاه ها معتقدند لباس های ورزشکاران مرد و شعارهای بعضی تماشاچیان مناسب زنان نیست. اما موافقان می گویند حضور زنان شاید به افزایش امنیت اخلاقی محیط ورزشگاه ها کمک کند. باران عباسی، BBC.